شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. در حالی که بسیاری از استرالیایی ها تحت فشارهای ناشی از افزایش مداوم نرخهای بهره با هزینه رو به افزایش زندگی دست و پنجه نرم می آنها با یک پیام اصلی نیز مواجه شدند، در چند سال گذشته بانک مرکزی استرالیا یا همان رزرو بانک همواره تاکید کرده است که برای کاهش نرخ بهره تورم در کشور باید در محدوده دو تا سه درصدی قرار گیرد اما هفته گذشته این اتفاق رخ داد نرخ تورم سالانه استرالیا در سه ماه منتهی به ماه سپتامبر از 3.8 درصد به 2.8 درصد کاهش یافت. این نخستین بار در سه سال و نیم گذشته است که نرخ تورم سالانه به زیر سه درصد رسیده است. اما آیا این بدا مناست که بانک مرکزی در روز سهشنبه پس از جلسه هیئت مدیره ماهانه خود نرخ بهره را کاهش خواهد داد؟ این امر خیلی بعید به نظر می رسد. شاید بپرسید تورم به محدوده هدف بانک مرکزی کاهش یافته است پس چرا نرخ بهرههای بانکی کاهش نمییابد سالی تیندل مدیر بینش داده ها در سایت مقایسه مالی کنستر میگوید نرخ تورم آن چیزی نیست که به نظر می رسد. او گفت این عدد عمدتا به دلیل تخفیف های موقت برق و قیمت های بی بنزین حاصل شده است و افزود هر امیدی نسبت به کاهش نرخ بهره در سال 2024 اکنون واقعا از دست رفته است. معیار ترجیحی بانک مرکزی استرالیا برای تصمیم درباره نرخ تورم متوسط تورم کاهش یافته است که در واقع به معنای نرخ تورم اساسی است که تاثیر تغییرات نامنظم یا موقت قیمت را که می تواند بر شاخص قیمت مصرف کننده تاثیر بگذارد و به طور خاص مورد برق و سوخت خودرو کاهش می دهد. بر اساس گزارش اداره آمار استرالیا با حذف این عوامل در کنار سایر افزایش و کاهش قیمت ها میانگین تورم سالانه کاهش یافته به 3.5 درصد میرسد که نسبت به 4 درصد در سه منتهی به ماه جون کاهش یافته است اما نخستین کاهش نرخ بهره چه زمانی انتظار میرود؟ خانم تیندال گفت این رقم هنوز برای آنکه نظر بانک مرکزی استرالیا را برای کاهش نرخ بهره تغییر دهد بسیار دور از انتظار است اقتصاددانان در چهار بانک بزرگ استرالیا یعنی نب وست پک و ANZ پیش بینی می کنند که بانک مرکزی استرالیا ممکن است نرخ بهره های بانکی را تا 25 درصد در ماه فوریه 2025 کاهش دهد. ده آنها همچنین در مجموع چهار بار کاهش نرخ بهره تا پایان سال 2025 را پیش بینی کردند. شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.